خب خوش اومدید به خزکست. چکی و استدیوی ما، خیلی خوشحالیم که داریم تو اینجا. بچه‌ها یه معرفی بکنید خودتونو، چه جوری چیکارا می‌کنید؟ آره چی میشه؟ هر کی که دوست دارید چی میشه؟ اونوری بچرخید. از کوچیک جمع بزرگا. من آرمینم، 20 سالمه، دامپزشکی می‌خونم. همون دیگه چیزی. دانشگاه؟ دانشکده دامپزشکی شهید. اونجا فقط قسمت آمپول زنی شو یاد نگیرید. خب بله، من چکر شما، من آرمانم، عرضم به حضورتون تو اینستا آرمان نیچر و عرضم به حضورتون دیگه همین دیگه، تو حوزه حیوانا فعالیت میکنم. بحث رسانه رو پیش گرفتم که مثلا محتوا بزنیم در مورد حیوانا با حضور خود حیوانا. خیلی خوب اینجوری. منم که محمد علی ام، مارکوپولو گردشگری گردشگر جهانی. آره نه، گردشگری تو دنیای حیوانا. تو دنیای حیوانا مارکوپولو. از دبستان که با حیوانا میچرخیدیم، از سال 95-96 بود که با نوید آشنا شدیم و شماها اومدیم تو اگزوتیک دیگه. ما هم اینجا آقا نوید هم دعوت میکنیم که اگر افتخار بدن حتما بشینیم و یه نشستی هم داشته باشیم. ما شاید برنامه دور همیه، هر کی اسمش میاد دعوت یا اسم نباید بیاد یا آوردین باید بیاد. آره ازم بزرگ اتفاقا منو محمد علی هم تقریبا 8-9 سال شده بودم دیگه رو میشناسیم. با آشنایتمون هم با یه عروس هلندی شروع شد، بعد دیگه رفیق رفیقم بود. الان منو محمد علی خیلی بیشتر طرف دور زدین، هر روز میره بشه نه اتفاق بیشتر بخواد نمیاد بیرون دیگه، نمیاد که دوستای عزیزمون خودش میبینه حالا این نمیاد. هر مورد هم گفتیم باشه بیا بیرون، حل حالا مثلا میگیم میان ولی نمیاد. بحث آشنایی شد که مرتضی غفاری هم خیلی علم داره. اونم مرتضی غفاری آکواستو. آره اونم همجا دعوت میکنم. من دارم اینجا پست میذارم، بچه پست لایک پشت دارم میذارم همزمان. اینستا میاد این پایین چک کنید. خیلی چکرم. آقا اول از همه این که خیلی خودتون رو معرفی کنید به ما دیگه، یکم یه ما این رو دارتید. ما فقط همه آیدی ما بگم کنم اومدید برنامه ما بدید. هر بچه ها الان بیزه من میام میبینم باید آشنایت بگیم. بچه ها آقا یک تر هستن به آقای آیدین عزیز لطف کردن، امروز گفتن که ما مزاحمشون شدیم و معرفه بفهم. این دوره همیه اتفاقا خوبه، خیلی خوبه، مزاحمتی در کار نیست شفر. بعد خیلی خوشحالیم که امروز اینجاییم، میخواییم یه سری صحبت ها کنیم که اول آیدین از کجا بریم؟ از کدوم سمت آغازینو بریم؟ هر سمت معرفی دم نشد آیدین، شما خودتون معرفی کنم. منو یکتا، مجموعه سنیک فارم یه چند سالی هست داریم کار میکنیم، تکثیر داریم و بیشتر روی آره بیشتر کار میکنیم و حوزه اختصاصیمون هم که آموزشه، بیشتر روی آموزش نگهداری خزنده ها کار میکنیم. یه فرهنگسازی بشه ایشالله بذار از این شلم شولواری بازار در آره این فرمت خیلی بده که یه عده شروع کردن مثلا گارد میگیرن نسبت به نگهداری اگزوتیک بده. آره اتفاقا الان قبل برنامه دستش بود. آره. پست یکی یه سری از دوستان هست کلا تو کار بومی و فیلان و این صحبت ها که از نظر ما و این جمعی که اینجا نشستن همه با حیوان بومی نگهداری مخالفت کردن. آره ولی خب حیوانی که مثلا همون بحثه یه حیوان آورده، یه گکو آورده که اصلا بومی نیست، میگه چرا اینو نگه میداری؟ بعد یه سری چرا اون حیوان اصلا بومی نیست، خیلی هم حیوان خونگیه. آره توضیح بده. یه ویدیویی اومد توی اینستا، یه پیج محیط زیستی با بالای 180 کا فالوور اومد یه پستی گذاشت به مام در واقع گکو و اومد صحبت کرد که آره این گکو ها مثلا حیوانای وحشی هستن، این ما داریم گونه بومی داریم، ولی خب ما مورف و یا مثلا مدلایی مثل مثلا فتیل گکو اینا رو اصلا نداریم توی طبیعت ایران و خب اینا اصلا کاملا با یک مطالعه جزئی، یعنی شما یه سرچ ساده بزنی کاملا قضیه رو میفهمی که اینا فرق دارن و مسئله اگزوتیک مسئله ای که تو ایران باید جا بیفته و نباید سانسور بشه. آره اصلا میخواید بحث گکوه؟ آره گکو رو میاد، یه گکو خیلی خوشگل است جناب آقای پنیر. پنیر اسمش؟ آره چه پنیری؟ لیروان مزورالا اینا ایشون هستن، خوشگل هم هستش. آقا برنامه وسط چیز ما وسطتون چی میگه؟ من این وسط دارم یه پستی دارم استوری میذارم ارزم بوم من خیلی یه کورم خب تغذیهش چجوریه؟ آره یه توضیح بجبش بده. حالا گکو کلا حیوانی خیلی پرخوری نیست ولی دقیقا مثل مار، یعنی در برابر بی‌غذایی چیز مقاومه، اون تا اصولیش اینه که هفته سه بار تقریبا دو بار سه بار حالا برای این سایت تقریبا تغذیه بشه. وقتی بچه‌ها هر روز
مولتی ویتامین کلسیم حتما باید داشته باشه هفته دو بار، حالا بیشترش میتونم باعث سنگ کلی و این داستانا بشه، ولی حتما باید داشته باشه تا در واقع نگیره نرمی استخون این داستانا رو. به یو وی هم همچین نیازی نداره ولی باشه که چه بهتر بیاره، یعنی اون شرایط تو اینا رو باید داشته باشه، دمای خاصی نگهداری میکنه. من نه خیلی سرد نه خیلی گرم، 20 تا 30 درجه رو کامل نگهداری میکنه، منتها ایدئالش دمای انتخابی نمیکنه، مثلا هیت پد از یه طرف باشه مثلا 32 باشه گرم، دمایی رو باید داشته باشه. آره 32 مثلا بیشترین درجه تو مثلا 25 خود ایوون انتخاب میکنه بری کجا. بعد چیز دیگه الان یه توضیح هم راجع به این بده، چه مدل گکویه چیه این لپرد گکو مورفش، والا دقیق مشخصی نداره چون اینا خیلی زیاد مورفشون تو هم دیگه در واقع میپیچه. آره من تو این سوپر سانگلو رو میدونم که داره، حالا دیگه بیشترش نمیدونم چیه چیه. آره و هنوزم بالغ نشده، یه 5 6 ماه دیگه نرم اون تا این بچه، ولی سن بلوغشون هم همچنین زیاد نیست. آره کلا بیشتر آبزی نگه اونجوری که آره دوزیستا رو بیشتر تا حالا بقیه. یه سوالی که خیلی رو مخه ولی خب ما چون آموزش باید بپرسیم بقیه از ما بپرسن هم که شاگی میشیم، میزان عمرشونه چقدر چه جوریه؟ جکو در ایدئال ترین حالت 15 سال، 15 هلو بیست ایدئال ترین حالت. آره. چند سالگی بالغ میشن؟ 1.5 الی 2 سالگی 15 هلو بیست چهار ماه. حیوان آرومیه کلن؟ خیلی حیوان آرومیه، من یکی استرس بگیره حالا میره و اگرم میبینی همین شکلی هستش، نه دوم میندازه نه هیچی. البته اگر وقت دومش قطع بشه در واقع یه حالت قلوم به طوری داریم دیگه، مثلا سابق هم شکلی پشفور نیست. و این فکر دیگه خیلی جالب راجع به گکو اینه که اینا وقتی غذا رو میخورن زیاد بهشون غذا میدی میره دومشون توپل میشه، چربی‌ها رو داخل دم خودشون مثلا شوتور که کوهان ذخیره میکنه. حالا مثلا این شکلی بشه یا ممکنه یه مدت اعتصاب غذا بدی، هشت ماه اعتصاب غذا توشون هست. آره اگه زیاد بهشون غذا بدی برای همین میگن کم غذا بده. جالبه حیوان خوبیه از این بعد عمرش ما. خب دیگه چه حیوانایی کلا خودت نگهداری میکنی که اوکی باشه؟ من اکسولوتل مثلا دارم، خیلی دوستش دارم، روباه پکمن نمیدونم، یه سری از لاک پشتا، حلزون، عقرب. نسبت به خزنده چجوری نگاه میکنی؟ یعنی مثلا به نظر راحت تره، سخت تره؟ قطعا راحت تره. من میتونم بگم راحت تر خزنده است؟ چی؟ نه میان خزنده خیلی راحت تره. من گکو رو میتونم بگم آسون ترین حیوانی که در تمام طول زندگیم نگهداری کردم، یعنی هیچ رسیدگی من عملا به این حیوان نمی کنم. حالا کفش که مثلا حالا دستمال هوله ای پهن شد، مثلا هفته یه بار دو بار دستشوی کنه برمیدارم اون تیکه رو، دو هفته یه بار کفش رو تمیز میکنم، همیشه تو هایدشه، دو روز یه بار هم میخوامش یه غذا بدم، واقعا درد سری نداره. چه عجب، آقای آرمان خان بوشی باشه بایشه بشه استوری اوکی شد بابا، اینترنت خیلی بده واقعا، یعنی واقعا اینجاشو بوخ بذاری الان میتونم بگیم که دغدغه‌های من بعد از مسئله سربازی مسئله اینترنت. شاید هم تو قبلش سربازگر میشه یه جوری هندلش کرد ولی اینترنت واقعا نمیشه. من الان دومین باره دارم بوسو میدم، مخصوصا کار من که مدیاه اصلا اذیته، یعنی الان مثلا همین ویدیویی که داریم میگیریم حجم فایلش بعد ادیت مثلا یه سی بوده مثلا 5 تا 7 گیگه، یعنی آپلود کردن تو یوتیوب با وضع وی پی ان و داستان اصلا یه داستانه. ما پروسه ویدیو گرفتن ادیتمون ویدیو گرفتن و ادیتمون کمتر از آپلود شدنمون طول میکشه، شاید باورتون نشه ولی این اتفاق میفته. واقعا همینه، واقعا همینه. خب آرمان یه سری بحث ما داشتیم دیشب با هم دیگه صحبت میکردیم، خیلی بحث شروع کن از همون جایی که دلت میخواد بگو. من گفتم که بیایم منباب چند تا مسئله بود، یکیش این بودش که گفتم در مورد اینکه یه سوالی که هست اینه که چه آدم ها خیلی دوست دارن حیوان نگه دارن. خب و یه چیزو میبینن امکان داره مثلا بیا تو خونه ما مثلا یه حیوانی رو ببینه بگه چقدر خوبه، بعد دوستش بشه اونو نگه داره و این لزومن حیوان مناسب اون آدم نیست، اصلا بسته به شرایط اون آدم بگم آفرین دقیقاً، یعنی اون آدم باید بره زندگی خودشو کاملا آنست صادقانه بیاد بیان کنه با خودش و رو راست بیاد نگاه بکنه به این قضیه بخواد تصمیم بگیره. خیلی مهمه این قضیه، این خیلی پارامترهای مختلفی داره و واقعا همش واقعا به نظر من الان جدا در به صحبت بکنه. خب بسم الله خوبه عالی. یکی از این مسائل مثلا اینه که من فکر کنم در درجه اول باید فرهنگ خانواده‌اش رو ببینیم، یعنی مثلا ما میخوایم مثلا الان آرمین گفتش که مار مثلا مار حیوان مثلا خزنده راحتیه نسبت به خیلی حیوانا. گکو آره مثلا حالا ولی یهو میبینی توی خانواده ای با توجه فرهنگش، با توجه به مدل فکر کردنش، با توجه چارچوبش، اون حیوان شاید سختنی نگون باشه برای اون آدمی که بخون خونه نگرده. خیلی مهمه.
مثلا شما اصلا نمیتونی یه دونه موش بگیری بندازی جلوش. آره مثلا لحاظ روانی شد مثلا یارو بهم. آره طرف این قضیه رو اول از همه پس بود خانوادگی فرهنگی خودشه. خودش و خانوادهشه. نکته دومش مسئله چارچوب در واقع محدودیت‌های بدنیشه. خودش و خانوادهش. ما خیلی از حیوانا حالا بیشتر تو خزنده این قضیه رو نداریم. مثلا تو پرنده و تو گربه مخصوصا خیلی داریم. طرف آلرژی داره. خب هر حیوانی مناسب اون آدم نیست. خیلی مهمه که آدم با توجه شرایط بدنیش بره اون حیوانو بگیره. و بعد از اون میشه شرایط زندگی مادیش. چقدر میتونه هزینه بکنه بخره؟ چقدر میتونه پول بذاره کنار که اگر مشکل برخورد بتونه بهش سرویس بده؟ الان اینو گفتی برای نگهداریش هستن. نگهداری چه چیز برای من جالبه. خیلی وقتا مثلا خیلی میگردن دنبال حالا سگ حمایتی، گربه حمایتی یا حالا هر حیوانی که حمایتی بدن میخوام بگیرم. به نظر اصلا اوکیه این قضیه حمایتی بره بگیره؟ چون آقا صرفا فکر میکنم من اینجوری حس میکنم که اگر یک نفر یه چیزی رو همینجوری بگیره شاید براش اونقدری که باید ارزش نذاره. این خیلی هست. آره هستش ولی کاملا نمیشه. یا مثلا یارو میخواد یه دونه پیج اینستاگرام داره مثلا میخواد یه سگ بغل کنه 4 روز میره یه حیونو به سرپرستی میگیره 10 روز بعدش معلومه. آره این یه بحث دیگه ای اصلا این توی مسئله دیگه وارد میشه که آره میخواستم بعد از این مسئله مالی مسئله مالی بگم. بحث اینکه شما دقیقاً به چه دلیل میخوای حیونو بگیری این خیلی مهمه. خب و به این معنی یکی از بچه‌ها فالوورام هستش که برام هشش هستش که یه دونه عکس برام میفرسته یه مرغ داره تو خونه و انقدر این مرغشو دوست داره و انقدر این مرغ سرویس میده یه بالکن بزرگ مثلا براش قشنگ ماست بادی ریخته و نمیدونم سیستم همه چی عالی بهترین قضیه بهتره یه تک مرغ داره نگران میکنه عاشق این مرغشه تمام سیستمشو داره درست انجام میده و من با توجه به شرایطی که دارم روی صحبت میکنم این آدم میتونه خیلی حیوانای دیگه هم بخره ها آره ولی اونو الان داره و دوستش داره مسئولیت پذیری از همه چی مهمتره اصلا شما وقتی یه حیوانی میاد یه موجود زنده یه مسئولیت صدش با توه نه زبون داره بگه چمه نه زبون داره بگه مشتمه نه زبون داره بگه فلان یه موجود زنده است که شما مسئولیت صدش رو قبول کردید باید همه کارشو بکنی مریض چه باید بره دامپزشکی چکاپ سالیانش رو باید حالا چکاپ دوره‌ای‌هاش رو باید داشته باشه غذای خوب باید بخوره حالا توی خزنده ها لامپ یووی فلان مکمل همه اینا هست شما باید با یه دید باز اول انتخاب کنی که اول حیوان میخوای بعد با یه دید بازتر انتخاب کنی چی میخوای یعنی این خیلی مهم شرایط چی رو داری الان مثلا من شما که در جریان هستین اغلب ایجیان فارست دارم بال پیتون دارم و اینا عقرب ایجیان فارسته الان یه تراریوم انکلوزر داریم برایش طراحی میکنیم 50 30 25 برای خودش گرونتر خریدتش آره مثلا 3 برابر 4 برابر خود حیوان در میاد قیمتش بود مثلا تو اصل وارد میشی مثلا اینه یه جنگل طبیعی برایش طراحی داره میشه دیگه بحثش شد اون دوستمونم بیاد آره بعد چه در بیارم از دیگه آره اوکی خب پس هزینه کردن خیلی مهمه یعنی مثلا اول از همه طرفتون رو بخره خود حیوانو یا بتونه خود حیوانو بیاره حالا لزوما بچه‌ها الان میگن چرا میگیم حیوانو بخره چون بنا بر شرایط شما امکان داره حیوان واگذاری پیدا نکنید چون تو توتی نمیتونید برید مثلا آلرژی داری میخوای برید توتی اگلکتوس بگیری اگلکتوس واگذاری وجود نداره یا باید بخری یا کلا قید داشتن توتی رو بزنی مثلا آلرژی های خیلی شدید دارم میگم بعد یه چیزی میخواستم بگم این که گفتی گربه رو مثلا واگذاری میکنه پس به آدمشه من الان بچه ها میدونم من یه گربه DSH دارم معلوله یه پا نداره چشم نداره و واقعا شاید به شما بگم مثلا اندازه دو تا گربه نجات دار تا حالا برای من هزینه داشته همین خب اصلا حیوان هزینه... بیمار که میشه خیلی آره. هزینه بیشتری باید باشه آره نگهداریش خیلی شاید سخت‌تر بود رو مخصوصا روزهای اول ولی خب اگر علاقه داشته باشی و واقعا به خاطر خود اون حیوان من یه چیزی دارم من چند وقت پیش یه استوری گذاشته بودم یه لاک پشتی بود دفورمر بود آره آره دست من الان آره خیلی هم بود داره میاد بالا خدا رو شکر واقعا خوشحالم بابتش یه لاک پشت کوچیک بود من ماکو هیاسنس نمیدونم میشناسید یه ماکو چند هزار دلاریه که مثلا میلیارد یه نوع توتی ماکو هیاسنس یکی از توتی‌های خیلی گرون قیمت دنیاست نازیا پرنده آره خیلی حیوان خفنیه من واقعا جدی میگم چه فرقی بین جون یه دونه لاک پشت
کوچیک که شاید مثلا قیمتی هم نداره با یه ماکاوی یا سنس چند میلیاردی داره، ارزش زندگیشون یکیه. اینا یه بار یه زندگی این طرز فکر رو همه اگه داشته باشن به نظرم اون موقع واگذاری زیبا میشه. اصلا بهترین کار واگذاری. من اصلا زیاد موافق الانو دارم تو این شرایطی که دارم زندگی با افراد مختلف که میبینم، من دوست ندارم حیوان واگذاری به کسی بدم یا بگیرم. الان یکی از گربه‌ای که آرمان واگذاری کرده الان فوزا کردم به مادر ببینم این جنب فرق میکنه. آره نکن تو وقتی حیوان دوستی و اطرافت مثلا میبینی اون فرق داره واگذاریش، ولی تو وقتی کسی رو نمیشناسی تو وقتی نمیشناسی میخوای حیوان رو به کی بدی؟ چه تضمینی داری به این اذیت نکنه؟ گربه سی اچ دی اس چه اذیت کردن شد یهو یاد یه کامنتی از تو افتادم که عکسشو فرستادی. چی داستان؟ چه خزنده بازا میدن به چی؟ گربه میدن بخوره؟ ای جعفری سو بهم نشون بده تو منم این خیلی اول قبلش یه توضیح راجع به این بچه بدید که الان بذارید بره. آره بذار سرش بعد من توضیح میدم. نه دیگه داره نشون میده میخواین مثلا حرف بزن قشنگ تو صدات هم دور داریه نه فوکس نه رو صورت ما رو باید بگیری که فوکس رو ولش کن تا هم شماتیکش هم باشه یا بذارش. آره بذارش سرش. آره یه توضیح میده. آره اینا به طور کلی عقربای ایجیان فارست در واقع جنس هترومتروس کلا دو تا در واقع دو تا زیرگونه داره دیگه. یکیشون لانگیمنوسه که همینی هستش که الان اینجاست و یکیشون اسپینیفره. در واقع برخلاف حالا بیشتر اون تصوراتی که میشه اینا بچا بلدی کارش هندلش بکنید. اول هندل برو به بعد توضیحش اصلا ببینید هندل کر رفتار شناسی ایوونو باید بلد باشی. آره. خیلی مهمه شما قبل از اینکه ایوون بخوای بخری، حالا اینکه ایوون اگزوتیک خیلی خاصه، شما یه سگ پودل میخوای بگیری که خیلی باهوش هم همینه، باید بدونی بعضی حیوانو میگیرن میخوان حیوانه رو تغییر بدن با توجه به زندگیشون. آره. و این نمیشه، تو باید بپذیری اون چارچوب اون حیوان خودتو. دقیقاً این حرفی که من همیشه میزنم، باید با حیوان ورک بده کنی، هیچ راهی نداره که حیوان با تو مثلا اونایی که حوصله دویدن و اینا ندارن مثلا یه دونه بولداگ داشته باشه لذت میبره، یه دالمیشن بگیره لذت نمیبره، یه جرمن بگیره پدرش نمیشه، شش صبح سگه وای میسه یه جوری جیغ میزنه. بله خب داشتم گفتم عقربا، این عقربی که حالا ما اینجا داریم ایجیان فارسته. حالا من راجع به امپراتوری نام هستم که به عنوان هیئت میکنه گیم راجع به اون خیلی اطلاع ندارم، راجع به همین ایجیان فارست. اینا کلا بومیه جنوب شرقی آسیا همشون و کلا جنس هترومتروس دو تا زیرگونه داره، ایجیان فارست اسپینیفر و ایجیان فارست لانگیمنوس. لانگیمنوس که حالا منوس چیه؟ در واقع همین چنگکاشون انگشت مثلا متحرک میشه، این ثابت این دیگه که این پشت رو ما بهش میگیم منوس. منوس خب یا دو پله یا آره. لانگ منوس مشخص دیگه یعنی درازتر این تیکش و بیشتر فرقش با ایجیان فارست اسپینیفر همینه، هرچند که تو دنیا اسپینیفر بیشتر جا افتاده به عنوان این مخونگی و برخلاف حالا باور اون مثلا اینا مشکی نیستن، این سبز خیلی لجنی هن. آره ولی اسپینیفر واقعا یه قوت خاصی داره، مشکیه براق هر چیزی خواهد میره. به اینکه یکم بحث تخصصی بود زهرش جوری الان مثلا فکر کنم من دفعه اول دارم دست میزنم منو زد. آره اول اینکه بگم قبلش این عقربو کلا عقربو نیست که میخوام بزنم، این علاقه به زدن نداره واقعا، ولی اگرم بزنه قدرت زهرش صرفا با یه زنبور عسل برابری میکنه. حالا داخل افراد نمیدونم خردسال یا سالمندا اینا ممکنه که اثر داشته باشه، ولی مثلا روی من و شما یه سالم که مثلا توی همسنیم واقعا اثر نداره. حالا سوزش بنه بحث جداست، مثلا این سوزش برای واقعا البته حساسیت هم هست، حساسیت داشته باشی حساسیت داشته باشی ممکنه حتی به مرگ هم برسه. اگه مثلا من به زنبور حساسیت نکنه این در کل یعنی بخوام جمعی بکنیم میشه که زهر اینا در کل روی گونه انسانی کم اثره، مگر اینکه شما مثلا حساسیت همه عقرب ها زهر اصلا بدون زهر نمیتونن، بدون زهر نیستش. چون خیلی ها شاید توی بازار به این اسمیان آره میگن که فقط جهت اینکه بفروشن، ولی آقا سر نیه. بعد خیلی ها میگن که زهرشو کشیدید یا نمیدونم آره نه سالت بشن مارم میگن آره میگن نمیدونم سر دومشو کشید، نه ما اینا رو نه سر دومشو کشیم نه هیچی. زهرش اصلا برای انسان ضرری نداره، در اون آسیب به این حیوان این گونه خیلی گناه مجبور است. بله بله داخل ایران خیلی شو زدن سرقم دادیم یا خطرناک تر اینا. خب اونایی که بومی ان دیگه دوباره آره نه چه چه داخل مثلا هم مثلا یارو از زیر سنگ قفل مونده دست نواد بزنه خب ببین شبیهت ببینیشون اونقدر لذت بخشن. یه خصوصیتی هم دارن برای در واقع داخل پوستشون یه خاصیت فلورسنتی دارن که زیر نور یووی میتونه بدرخشه
میدرخشه دیگه. آره اگه تونستی یه دونه عکس یا فیلمشو این توی تیکش بذار چون خیلی جذاب میشم واقعا. خب این داستانه چی بود داشتیم من تو سوال میکردیم یه بار رفتیم سمت عقرب؟ چند وقت پیش یکی به ما اومد یه دایرکتی داد برگشت گفتش که خیلی سوالم ایجاد شده و خیلی هم جدی بوده نه آره آره میخواست بدونه یعنی میدونه خب بعضی هم میان سوال میپرسن برای اینکه میخوان تو رو خراب کنن یا مثلا میخوان باید بجنگن ولی نه واقعا اومده سوال هست طرف پرسیده بودش که مارهای بزرگ و یه سری به این معتادا پول میدن خب معتاد بیمار اینجوری که گفتی این نمیگفتی به دارم بیماره بعد بعد یه همچه حالی بود اما معتاده یه کفه میزنم ریپورت ها میدارم آره مثلا گفتش که به معتاده پول میدن مثلا گربه ها و سگا رو میگیرن میدن به این مارا بدبخت میخورن و این یه سری فیلم ها هم از این حیوان هست که من دیدم کسی یه برمس داره یه سگی داره و طول سگ طول گربه رو داره میذاره و این فیلماش مثلا فیلم خارجیش هست و اینا رو میفرستن نه اتفاقا رو بخوام بهت بگم این داستان هم دقیقا مثل همون داستانه که میاد مثلا ما میگیم که مهره ما رو داستانش که میاد از زیر میکشه این مهره ما 20 ثانیه بذاری جلد دوربین مهره ما شد این داستان هم همینه دقیقا مثلا یه آدمی تو یه جایی یه حرکتی میکنه خب بعد میاد همون رو انتشار میده وایرال میشه آره وایرال میشه و مردم هم واقعا دنبال اینه که فقط بگردن یه چیز اینجوری پیدا شو وایرال اینجوری با اون کار تروفش به هم میسوزن آره همیشه اینا بوده هست من فیلم دیدم طرف مثلا انسانه خودش خوابید رو زمین رفت کنار یه دونه رتیکولیتد نشست رتیکولیتد دورش اتاش رو رد میشد را نداشت بره مجبور در روش رد شه و این گفته داره منو داره میخوره این حرفا یعنی سناریو نویسی میکنه یعنی یه سری هم میان سناریو من نمیدونم اینا به چی میخوام برسن حالا فیلم های دیگه آره ولی این سگر واقعا این اتفاق مثلا یکی انجام داد ولی خب ما میدونیم ببینید بچه ها کسایی که بیوزر هستن دارن کار میکنن حیواناشون هزینه میکنن هم برای اینکه بخرنشون نگهشون دارن همین که اینا خب نگهداریشون خیلی خاصه و واقعا سرمایه نگهداریش نگهداری زیادی داره نمیاد هیچ وقت بره یه حیوان این که آلودگی داشته باشه بده خب اینا معمولا از این غذاهایی که مخصوص این حیوان هست تو معمول چیه میتونه مثلا رت باشه یا موشای سوری باشه از اونایی که فقط تکثیریه تکثیریان آره طرف نمیاد تو جوب برداره موشه برداره بده حیوانش خرید محیط آزمایشگاهی تکثیر شده درست آره دقیقاً طرف این همه پرورشی باز میبریم دامپزشکی برای که نمیدونم مثلا انگل زدایی بشه چک بشه اون هر شش ماه یه بار $100 حداقل طرف هزینه کرده برای یه دونه حیوانش داریم و کمترین حالت رو دارم میارن قیمت هم نیست بیشتره خیلی مثلا دا مثلا پایتون هایی که مثلا چند هزار دلار قیمتشون طرف نمیاد بیاد یه حیوانی اینجوری بده یک و اینکه من خودم شخصا با بیوزر های مختلف رو میبینم بیوزر که تو ایران هستن من بچه های خودمون استیکفان خودشون سگ دارن خودشون گربه دارن من خودم مار دارم تو خونه گربه هم دارم ولی هیچ وقت الان نمیدم مثلا همچین کاری با من سگ دارم گربه دارم پس این کارو نمی کنه فرس غذا گرم غذایشون قرار نمیگیرن بکن هم مشکل برای اون مار پیش میاد بخواد این کارو بکنی و توی رشدش تاثیر میذاره توی هزار تا سلامتی و داستان و ایناش تاثیر میذاره بعد خب مگه دیوونه ای غذاش چیز دیگه ایه مثلا بیان بگم به تو سبزی رو سفارش بدیم چرا باید این کارو بکنی مثلا بیان به تو بگم بیا به جای مثلا گاو بیا برو مثلا چه حیوونی رو بگم راکون بگیر بخور نمیشه دیگه یه چیز دیگه چی میخوای راجع به قرون سبزی بگی چه ارتباطی به بحث مار نداره ولی هر حیوان به هر حال یه سیستم غذایی داره دیگه ما بزرگترین مشکلی که سر توتی داریم و دایرکتا که برام میاد اینه که افراد غذای خودشون رو میدن به حیوانشون من یه دایرکت داشتم طرف میگفتش که آره ما حقیقتا گرینچیکمون نمیدونم چرا حقیقتا مشکل پراش همه جلیده شده بود و اینا مشکل کبدی داشت گفتم غذا چی میدی گفت با ما غذا میخوره دیشب قرمه سبزی داشتیم خیلی خوشگل هم افتخارم میکنن میگه چش من ید طولایی داره سگ و گربه حتی به سگ و گربه هم دارن خیلی زیادش میاد ولی اینجوری نیست ببینید خب مثلا الان چند ساله که پت شاپ ها اونجوری راه افتادن درستن مثلا من یادم سال 80 یه دونه سگ داشتم بعد 80 منو بدون آره شما سال 80 ما یه دونه سگ داشتیم یه شیتزو تریر بود تقریبا 17 سال 18 سال ما زندگی کرد
آره نگهداریش هم خوب بود واقعا، همه چیش هم اوکی بود، سر تایم میرفت دامپزی. ولی غذای این حیوان متفاوت بود از سگای دیگه. قرمه سبزی میخورد، سوسیس کالباس میخورد، نون میخورد و خیلی اشتباه بود. ولی خب نبود، دیسلایک میدیم. آره اینجا نبود. نون و برنج چقدر به حیواناشون میدن؟ آره توی یه تایمی نبود. اصلا سگ فرق داره. شاپ اصلا نبود که مثلا ما بریم غذای خشک بگیریم. برای همین حیوان اصلا ضعیف میشد. بعد از یه تایمی خب میتونی تو بیاری اونا رو اضافه بکنی. حالا یه خاطره دارم از اون بچه، آخرش آلزایمر گرفته. آره سگ آلزایمر داشت توی 17 سالگی. آره آلزایمر یه دونه دندونش نیافتاد تا روز آخر میدوید میرفت میدوید میرفت آب میخورد. آره. میومد این ور دوباره شیراغو نگاه میکرد خوردم نخورد تیش نمیدونم آب میخورد اصلا ده بار 15 بار این کار رو انجام میداد میگرفتش نکنی بس دیگه خیلی ها خوردی دستشوی کرد جالب بود. آره بعد قاتل بودا. چرا؟ تا جای ممکن آدم ها رو بگیره. کلمه میتون بذاری؟ قاتل ها؟ آره قاتل مشکل نداره. بالا یا خیلی هم به کار نبریم. نه خواهد کلمه قاتل ها قاتل میتونیم. نه منظورم اون که آدم میگرفت نه که گاهی داشت بودن قبول داریم. سگ گارد بود شیزوتریه گارد به آدم میگرفت. شیزوتریه آدم گیر خیلی خوب برعکس جهت واگوزه برای بار الان یه دالمیشن داریم خیلی مهربونه. پدر میرسه تو پارک بله هم شمر بغل میکنه سلام داشته تو میره نفر سلام داشته شما خوب هستی اما نه این دمید این پاک جدید و بلی برای سگا کلن ادویه ها خیلی از مواد غذایی سمی حساب میشه. پیاز چی بود دیگه انگور خیلی چیزا هستش که امکان داره تو لحظه حتی آسیب بزنه. بله حساسیت داره کباب کوبیده ندید فکر نکن داری بهش حال میدی یه موقع خالی بخر بپز بهش بده بخور. مثلا هویجی که چیزایی که به سگا میدن هویج میخوره. من خودم الان مثلا میدم و حساسیت داری هم نیستش ولی من دیدم آقا سگه به هویج حساسیت داشته. خب میزانش مهمه. آره تو باید 80% از اون جیره غذایش و پروتئین مثلا حیوانی بهش بدی حالا 10% مثلا میتونی از چیزهای دیگه هم استفاده کنی. چون این مورد اصلا این چیز جالب شما من خودم با این قضیه زیاد روبرو نشده بودم. دامپزشکا عزیز خیلی در مورد تغذیه میگم خب بر حسب تجربه بر حسب درسایی که خونده و اینا. ولی اصلا ما علوم دامی داریم که جیره نویسه جیره نویسه اصلا قضای سگ و گربه رو برای شما می نویسه. یعنی شما سگتون میبریم میگه آقا حیوان من مشکل داره یا مثلا قضاشو میخوام چجوری بدم. شما باید بهترین کار اینه که کلا بنا چون مثلا می یه چیز کلی الان میگیم شما میخوای اون رو اجرا بکنی اینطوری نیست. حیوان تو باید ببری با توجه به شرایط حیوان و خود حیوان با حیوان فرق میکنه. آره دقیقاً همین. امکان داره یه دونه مثلا جرمن باشه بهش بگن انقدر گوشت بخوره یکی دیگه باشه نیاز اصلا به واسه اصلا میاد آقا مثلا خود جرمن که داریم مثال میزنیم یهو یه شوه میاد مشکل ستون فقرات پیدا میکنه آقا باید روش تغذیه‌اش جور دیگه ای باشه باید اون کلسیمش بیشتر باشه فلان باشه با یکی دیگه ما دامپزشکات کارش بود دامپزش باید اون مهندسی دام این بچه‌ها خیلی خیلی به من پیام میدن بچه های مهندسی دام که میگن که آقا ما راست کسی مثلا بعد نمیرن سمتشون برای یعنی بریدرا میرن اوکی ولی کسی نمیره بگه آقا پیش متخصص تغذیه آقا من حیوانم الان اینجوریه چیکار کنم؟ داشته باشه هر بیمارستان داشته باشه. آره خیلی خوبه که اگر یه بیمارستان های دامپزشکی این قضیه هم داشته باشه. حتی جدیدم خیلی داره روش مانور میشه این قضیه ها. مثلا 5 6 سال پیش ما درگیر یه کاری بودیم خیلی دنبال گشتیم یه جیره نویس که یه جیره یو برام بنویسه و نبود گیر نیوردیم تازه پتی هم هستش که همه میدونن ما چقدر تو اگزوتیک من همیشه میگم اگزوتیک یتیمه تو ایران واقعا اگزوتیک واقعا یتیمه سخت بوده همیشه براش نه خب تقصیر مردم هم نیست فقط اطلاع یاد کجا بیاره پدرتون شماهایید که باید بزرگ یه بوله بدین نه نه بریم یه پرنده آره صحبت بکن راجع به پرنده برامون اگه دوست داری تو شرایطش چجوری هست آره میخوای برام بیارمش نمیدونم اینجا خب حتی شماها نگیرتش نخود آوردم بچه‌ها نخود آقای یا خانم آقای نخود هستن آقای نخود سیاه هم از فرستادن آرمان دنبال نخود سیاه توسیه بچه صحبت کنید من دارم 20 ثانیه بزن اینجا صادقانه قبلا آجی گفت بارم که خیلی 500 نپره سلام علیکم ایشون ازدواج کرده یه دونه نامزده عقدی داره اونجا نمیشه که چی صحبت بده بگیم نامزده عقدی خانوادن در جریان یا علی نخود نخود بیا نخودی بچه این
من میام برات توضیح میدم. با سرعت زیادی داره نخود حرکت میکنه. نخود. آجی برگام. چقدر خوب میشه. یا علی آرمان جان مسلط باش بخوره. تو صورت من داش میواد. چهره باش. من از اقل که از توتی میترسم از مار و روتل و عقرب و اینو نمیترسم. واقعا من هم پرنده میترسم. در الان دید پرواز کرد بچه پر... من انگولش کردم که پرواز کرد. الان بگیم کلن پرنده ها بچه ها به پروازشونه بالاشون رو نچینید. من خیلی ها پیام میدن میگن که آقا ما بالا پرنده رو میشینیم که دستیشه. خب شما میخواییم به زور این حیوان رو دستی بکنید. اصلا قاعده دستی کردن رام کردن حیوانات لزومه این نیستش که بخواین پرنده رو دستی بزنید اینجا میپرده. آره این کارا رو نکنید. اینا کیسای هوایی دارن. اینا نیاز دارن که بال بزنن. اینا نیاز به پرواز دارن. و وقتی که نگر میدارید باید رامشون بکنید که بتونن پرواز بکنن. این خیلی نکته مهمیه. الان مثلا اگر با این تو خیابون برید پرواز کنه برمیگرد سمتت؟ نه آره کاملا اشتباهی. نه اصلا ببین یه سری میان میگن حیوانا بی وفا ان. طرف مثلا میاد شما فکرشو بکن شرایط پنجره بازه این حیوان تو این فضا مثلا اوکی از اینجا میره بیرون میخوادم برگرده ولی میره بیرون یهو میره توی دنیای جدیده هزار تا استرس اصلا میگیره. حالا راهنمایی کردم من یه سوال داشتم در واقع راجع به همین خانواده کلاغا اینا. تو مثلا میگی نمیشه ولی من میشستم پیدا کردم مثلا غراب داره یارو اینا کامل برای داخل طبیعت ولش میکنه و حیوان قشنگ میره چرخ میزنه صحنه برمی... مینا آره کاملا در حال برمیگرده چطوری قضیه اینا؟ ببین ما فضا و فضا داریم. شما همین عروس هلندی رو با هم دیگه پاشو میرین وسط دشت بزرگ این حیوان نهایتاً مثلا اگر پرنده شکاری نباشه تهدید نشه این می پرواز میکنه نهایتاً میاد اون پایین و من میرم میگیرمش. خب یا اینکه نهایتاً دیدید همین الان پرید من وایسادم و سر من نشست اصلا اینجا تا حالا پرواز نکردم. خب این قضیه تو طبیعت هم هست. شما وقتی میاری بیرون بعد بسته به حیوان ما نگاه میکنیم حیوان شکاره یا شکارچیه. وقتی که من دارم در توتی صحبت میکنم توتیش حیوان شکار حساب میشه شکار میشه پس من نمیتونم با قرابی که خود شکار چیه بخوام مقایسه کنم و قرمی جدی دارم این خیلی مهمه این قضیه مورد چالش مناسب اصلا کلا درست نیستش اصلا درست نیستش حیوانو بیرون ببرم ولی خب من دیدم که مثلا کسی بوده که مرغ میناشو میبره لب دریا مرغ مینا کلا پت نیست. به شما میگم ما رو عقرب ایژن فارست و اینا پت اگزوتیک حساب میشن ولی مرغ مینه اگزوتیک هم میشه. دقیقا یه سه که خیلی وقتا میره رو مخه. من مثلا میام میگم آقا من عقرب دارم. میگه وای عقرب نیشت میزنه حیبون خونه نیست. من میگم مثلا تو چی داری؟ میگه که مثلا میگم مثلا من میمون دارم نه مثلا من مرغ مینه دارم من مثلا سنجاب دارم. خب معیار پت بودن اینا که شما تعیین نمی‌کنی خیلی چیز پیچیده‌تر از اینه که تو مثلا نمی‌دونن. خب صرفا حیوانی که با آدم خون می‌گیره نمیشه بهش بگی تو این پته. آقا شما الان گرگم بیاره بچه‌ای بزرگ کنی خب با آدم اوکی میشه ولی لزوم بر حیوان خونگی بودن اون حیوان نیست. اینم چیزی که باید بهش توجه بشه. نمیخوای یه بار بگیم مثلا برای بچه‌ها یه بار یه دیگه آره چیک بشه. آره جالبه معیارایی که به عنوان پتر آره معیارایی که برای من درس بس میدن بچه‌ها فرضش باشه معیارایی که برای پت بودن یه حیوان هست اینه که بچه‌ها کلا ما یه حیوان رو پت و یکی اگزوتیک پت. پت میشه سگ و گربه تموم شده رفت. اگزوتیک پت میتونه خزنده باشه میتونه پرنده باشه میتونه جونده ها باشه میتونه خرگوش سانان باشه خرگوش ها با جونده فرق و یا مثلا ماهی های اکواریومی. آره ماهی ها اصلا قرار میگیرن کلن خیلی بیشتر بقیه حیوانات که نگه داشته میشن اگزوتیک خیلی خیلی دست بقیه اگزوتیک و اونم قاعده داره. قاعدش هم اینه که یکی از قاعدش اینه که در خطر انقراض نباشن. یعنی زمان ورودشون به دنیای اگزوتیک در خطر انقراض نباشن تو اسارت تکثیر بشن و بیماری هاشون قابل پیشگیری و یه قابل درمان باشه. رفتاراشون بر ما تهاجمی جوری نباشه که نشه کنترل کرد یا آسیبایی جدی بزنه. آسیب خودمون نزنه. آسیبای جدی نزنه وگه نه یه گربه هم میتونه دست همونه خلاص کنه. آسیب جانی. آفرین آسیب جدی. مثلا آقا الان میخواد آسیب نمیزنه میبینی؟ البته به خاطر فکر کنم میتونه یه دونه پی اس سی بعد بزنه. فکر کنم نخ این کارو نکنه بچه خوبه. اصلا مهمترین بخشش هم اینه که بومی اون منطقه نباشه. آره. بومی اون منطقه نباشه و گونه مهاجم هم نباشه. این خیلی پتانسیل مهاجم شده نداشته باشه. حالا الان مثلا سگ مشکل بزرگترین مشکل ما الان گونه مهاجم سگ دیگه. مثلا تو همین منطقه کسی چقدر هست؟ خیلی زیاده. بعد برید قضا بسانیم واقعا. حالا اگه گفتش خونه مهاجم من گفتم اصلا نمیشه این قضیه رو کنم. اصلا اصلا خوب من هر شب اینجا دعوا میکنم. هر شب اینجا دعوا میکنم.
میان غذا رسانی میکنم آقا من غذا نداره غذا چون گفتش کونه مهاجم میخوام اونجا صحبت کنم آقا یه چیزی بگم آقا ببین مثلا تو ایالات امریکا میگی آقا تو هر توی هر ایالتی یه حیوان میتونه اگزوتیک باشه تو ایالات بغلی نمیتونه باشه نه هر ایالت مخصوص خودش حیوان اگزوتیکو داره تعریف میشه تو ایران هم همینه شما یه حیوانی رو میتونید تو ایران مثلا الان گونه مهاجم تو تهران رو بهتون بگم بلبل خرما مرغ مینا دیگه توتیای شاه توتی ملنگو اینا گونه‌های بومی نیستن اینا فقط مهاجم شدن و اینو شما مثلا توی استان دیگه نگهداری شاید مثلا اینطور نشه شرایط آب و هواییش برام چه نارنجک پیچیدی آوردی؟ آره دستش تو لاکش حالا الان این بچه تو لاکش درست سر نیامده این یه حلزون آجاتینا آجاتینا رودادزی الان که بچه‌ها فهمیدن گونه مهاجم خب این حیوان اولین بار تقریبا 10 سال پیش وارد ایران شد و به نوید پولساز کردن مردم که گفت آقا شما بیاین اینو پرورش بدید ما از شما می‌خریم حالا اونا که شرکتی که بودن عموما همشون کلاهبرداری کردن و این اتفاق نیفتاد به خاطر کرم کلاژن حلزون این چیزا خب کلاژن داره واقعا حلزون جدا از این داستانا نرخ زادواری حلزون خیلی بالاست. اینا حلزون قورپلکر آفریقایی هستند. خیلی نرخ زادواری بالایی داره. آره. و تقریبا توی این سایز الان هر بار 1000 تا تخم داره میذاره یعنی. مردم اینا پرورش میده. 1000 تا هر دفعه همشون هم چند وقت بار. 45 تا 60 روز یه بار. و خب مردم همین میان اونها پرورش میدن، هی پرورش میدن، هی پرورش میدن به تعداد خیلی زیادی میرسه. و خب خریدار نیستش. هزینه داره به حال نگهداری اینا فضا رو اشغال میکنه ازم. یه چیکار کنم چیکار نکنم؟ حیوانو میریزه داخل طبیعت و تموم اولا تمام توانایی مهاجم شدن داخل همه جا رو داره این حیوان تو همه شرایطی میمونه علاوه خصوصا به استان شمالی کشور که الان خیلی زیاد شده و اصلا به خاطر همین قضیه محیط زیست در واقع نگهداری این حیوانو منعش کرده و تکثیر اصلا تکثیر خونگی شد درست. فقط شرکتی برای تکثیر خونگیش الان من نمیدونم در قفس باز من برم اینو ببندم حالا اینا الان دو تا دیگه هم هست اینجا آره کلا اینا چند تا خانواده دارن آچاتینا اون که میره خیلی خاصیت آره مثل بیست بچه میشه دقیقا آره دقیقا اینا هست دارن اسم این چیه؟ نرم کننده و اینا دارن توی سالون های سیاه خانوم ها از اینا استفاده میشه چیکار میکنی اینجا میذارم سوش آره نخود من باید نشون بدم آره نخود حتما نشون بدم خیلی جالبه این بچه‌ها آره و خیلی بزرگتر از اینم میشه خیلی بزرگتر خیلی بزرگتر میشه آره چقدر میشه بگید خب وایسا ببینم الان برای نظافت اینا قطعا باید اون پسماندش رو یه جوری نابود کنی دیگه میسوزونی پسمانده صد تا آشغال چی میشه همون کارو انجام میده که تخمش میمونه چی تخمش نمیمونه تخمشو دقیقاً مثل خاویار چیز سفید انقدریه یعنی کامل تو میگی ببینید تخم مثلا برم داری میشکنی نمیدونم هزار تا کار میشه باش کرد آخه یه دونه آکواریوم دارم تو چیز زده از این حلزونا زده حلزون آفت فرق داره آره قرمز آره اونجوری نیستش آجی یهو شدن 6 7000 مجبور شدیم آره بسوزونیم آره آره خوشگشون اون کنیم تو اونها بمیرن حالا اینا که داخل ایران ما آچاتینا ما 4 3 تا گونه حلزون داریم دیگه آچاتینا آرچاتینا 20 آچاتینا اینا آچاتینا هن که حالا آرچاتینا بزرگتر از همه شونن اینقدر دقیقا میشه حیبون و یه چیز اینا رو داشتیم گفتیم میشه خورد آره دقیقا خیلی پروتئین داره عجب ولی حیبون های جالبی آره خیلی باحال هم به عنوان حیبون کنگی نه برای تکثیر اصلا برای تکثیر اگه برای خونه نگه میدارید باید تخمشو معدوم بکنید و اینکه عرضم به حضورتون اگر دست میزنید به سما بعدش برید دستاتون رو بشورید چون بشورد. خیلی مشکلات انگلی میتونن داخل باشن البته اینا رو تکثیر اسارت کنن آه. و یکم داستانشون فرق داره و هیچ وقت ول نکنید اینا رو بچه یعنی ببینید واقعا یه نکته دیگه من بگم برای کسی که با هر از اون خیلی الان دارم بابا نمیدونم خیلی زیاد یعنی شما سایت های داخلی که مثلا برای فروش هر چیزی رو بتونی هر از اون درجه بدش بالا آقا تو رو جون هر کسی دوستت پوست تخمک ندید بین حیونا این حیونا خب برای حفظ استکمولاکش به کلسیم نیاز دارن وقتی که شما میای پوست تخم مرغ میدی پوست تخم مرغ سالمونیا داره که یه بیماری که مشترکه بین حلزون که نه در واقع خزنده ها آره. زیاد دارن آره. خزنده ها کلا میشه گرفتش دیگه هم انسان میگیره هم خود اینا مثلا داخل رطوبت خودش آزاد میکنه که باعث جذب نمیدونم مواد از در واقع معده میشه و این داستان حالت تهوع اصلا درمانش خیلی چیز پیچیده ایه ندید آقا کلسیم بخرید بدید گناه دارم بدبختا نکنید یه کلسیم بدید چیزی نیست آره. هزینه تو این میاد هم میره تو بحثمون که آقا تو یه حیوانی میاری مسئولیتش رو قبول کردی هزینه هاش هم باید بکنی دیگه یا نیار یا درست باید دقیقاً هزینه‌شو داخل طبیعت هم اصلا آزاد نکنید چون اینا زمستون میرن تو خواب زمستونی نمیدونم از تو همه شرایط میمونن اینا اگر بالغ باشه من خونده بودم تا بین 9 تا 12 ماه میتونن توی صدف خودشون بمونن بله بحث چیزام بیایم
حیوانای مورد علاقتون هم بگیم ببینیم چه جوریه. شما چی؟ من دوارف گیمر هستم. شما خیلی حیوان مورد علاقه هم به عنوان پت؟ به عنوان پت. عجیبه، خیلی حیوان خاصیه، خیلی حیوان خاصیه. یه دونه الان تو ایران هست نگهداریش بیشتر از یه دونه هست. یه دونه معروفش اینه، یه دونهش معروفه، بقیه معلوم نیست واقعا دیگه. شما بگید شما برام کامنت بذار دست کی دیدی. تو این مورد علاقه چیه؟ من بال پیتو. بال پیتو ما دو تا با هم دیگه میریم. خب شما حیوان عید وحش مورد علاقه من نهنگ قاتله. نه چیزی که بتونی نگه داری. نهنگ قاتل من یه ذره سخت نهنگی که حبسشو کشیده. ببین تو ایمونت من الان لوسی که خودم دارم گربم، اینو واقعا به هیچ ایمون ترجیح نمیدم، ولی خب اگه بخوام برم دنبالش ماکو هیاسنت. ماکو هیاسنت خوبه. ماکو هیاسنت پرنده بازی پیشیتون. بال پیتون من هاچی بال پیتون بال پیتون اصلا من اصلا کلا زایدیم قبول کن. آره بال پیتون دنیای دیگه. این یک ببین این بحثو از مردم عادی میشه پرسید یه جواب بگیم. یه سوال دیگه بپرسم، خزنده مورد علاقه چیه؟ پیت وایپر. بخوام نگردم پیت وایپر بخوام حرفه‌ای مثلا دیگه، مثلا از مارهایی که حالا مثلا بال پیتون یه درجه بالاتر ریتیو مثلا و فلان و اینا، یه درجه حرفه‌ای تر کار کنم پیت وایپر. پیت وایپر میگیرم من برام اصلا جذاب نیستش زهری داشته باشم. زهری؟ کلا زهری دوست ندارم. آه دوست نداری؟ نه دوست دارم حیوانی که دارم احساس امنیت باشه. چه خزنده یه خیلی دوست داری؟ مار برای من. چه ماری؟ بال پیتون. بال پیتون من فقط به خاطر این خیلی دوست دارم که تو اول یه سایز مناسب باش داری، بعد اینکه به شدت تفاوت دارن با هم. خیلی تنوع خیلی زیاده. اون تنوعش واقعا زیاده. الان میشه گفت چند تا مورف داره شروع میدونم هر روز داره مورف جدید میاد. جدیدتر مورف های گفتید بتمن حالا بتمن پازل بعد اینجا که تا الان ما میدونیم تا امروز سانست داره جدیدن سانست بود ولی خب دوباره داره میاد بوبور سانست، ولی الان جدیدترین ها پازله دیگه. پازل با حالا چیزهای مختلف. تو گفتی تو خزنده دورف گیمر؟ من بال پیتونه ببخشو من بال پیتونه. این که میگن خزنده احساس ندارم، من اصلا قبول ندارم. واقعا کاملا احساس دارم، اخلاق دارم. حتی من یه ویدیو دارم حالا پیجشو بچه بزنم، حتی یه ویدیو دارم وقتی که بهش میگم بوس بده، اون هیچ احساسی از بوس دادن شاید ندیده بوده تا الان. میاد جلوی صورت من زبونشو میزنه و میره. عجب هم بالت. آره جدی؟ واقعا اول دارم بیا خونه هم یه مار دارم بوس میده. بعد واقعا مار داره بچه ها. واقعا احساسات خیلی قوی دارن و اینکه میگن توی خونه نمیتونه اخت بشه به سوال، واقعا منو میشناسه. یا خانم من حتی وقتی آرایش میکنه از اون هایدش میاد بیرون، آینه بغلشه، میاد نگاه میکنه، دست نداره وگرنه میگه خیلی خوبه. 5 دقیقه 10 دقیقه این داره آرایش میکنه، این نگاه میکنه فقط. خیلی جالبه. خیلی جالبه. رو دارم. باید حتما باهاشون زندگی کنید. آره، باید چیز باشه. ولی دورفی که شما میگی به نظر من پت نیستش. حالا در مورد هستش ها نگه میدارم به عنوان پت خیلی بیاست نگه. شما پیتون بولنز رو میشناسید دیگه؟ من نه. بولنز پایتون. من بچه‌ها برید ببینید. فوق‌العاده قشنگه. یعنی بولنز خیلی هم گرونه. مثلا قیمتاش من داشتم تو مورف مارکت می‌دیدم 12000 دلار قیمتاش شروع میشه. عددشو ببین چرا اصلا باید بشه 700 میلیون قیمتش. چرا باید ما 800 میلیون توی آمریکا قیمت چه آمریکا ایران 2 میلیارد. آره بیشتر نکن. الان ماری که توی آمریکا مثلا یه فایر بال پیتون فایر تک ژن فایر داره، نهایت قیمتی که تو مورف مارکت پیدا میکنید 12 تا 15 دلاره. 15 دلار میشه چقدر دلار؟ 60000 تومان هم حساب کنیم میشه چقدر؟ 10 تاش که میشه 4 میلیون 5 میلیون. آنا درست میگی درست، بیشتر میشه. نه 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 خیلی خیلی کمتر میشه. 900000 تومان 900 دقیقاً 900000. فایر الان اینجا زیر 15 تومان پیدا نمیکنید تفاوت قیمت. بچا بولنز رو برید ببینید. من جدیدا خودم من نمیبینم تو پولش تو میدی. ببین یعنی بی نظیره. یعنی بچه ها برید بولنز پایتون رو ببینید،
یعنی گاد دنیای پایتون است به نظر من، اصلا رو دستش وجود داره حتما بهش. ولی بال پیتون صحبت کنید، من بولنز اصلا یلان نیست. بال پیتون ولی یه چیز دیگه، منم بال پیتون رو خیلی بال پیتون. بچه سایت مورف مارکت یه سایت خیلی باحالیه، اپلیکیشن هم داره ولی به نظر من نبینید افسرده میشید. اگر علاقه مندید مثل ما واقعا افسرده میشید، و اینکه کشور به کشور هم فرق داره قیمتاش. آره قیمتاشون مثلا یوروی دلاری فرق داره، مثلا آسیاش فرق داره. تفریحات هم همینه، اگر ریاضی شو بزنی فکر کنم ملت اونور جیغ بکشن. خیلی مونه خفنی اینجا را بیفته مثلا تو ایران مورف مارکت بتونی کار کنی، اینجوریه که اونور نگاه کنی دارید با خودتی چی کار میکنی، چرا این قیمت رو کسی میخره ازتون این قیمت رو. شاله یه شرایطی بشه که تو ایران بتونیم حداقل یه گرده همایه کوچیکی داشته باشیم. نگاه کن بحث اینه، بحث اینه که کمه دیویدا کمه و قاعدتا قیمت میره بالا، هرچی بازار لیمیت تر باشه محدود تر باشه قیمت ها بالاتره قاعدتا. ولی مثلا ما هم اگه مثل یه ماه دیگه اکسپو چیزه رفتال اکسپو دوبیه، اگه مثل دوبی اینجا هم یه دونه بذارن نمایشگاه، مطمئن باشید تی دو سال سه سال آیندهش قیمت ها دقیقا میرسه به قیمت های جمعه. آخه همینجوری هم خیلی قیمت ها باز خیلی داره منطقی تر میشه. آره داره منطقی تر میشه، چون توانه خرید مردم آدم باید نکنه. آقا مثلا چرا یکی باید بره 18 میلیون مثلا بده دونه بلاندی بگیره تارانتولا انزه پشت ناخون؟ واقعا چرا آخه؟ آها حواست نباشه افتاد پرست میزنه تو. آره پرست یا مورچه ها شوخی دارم میگم، مورچه ها من خودم تارانتولا یه خودم مورچه های خونه همون خوردن. کی داری از من لاکچری تر؟ تارانتولا میدم به مورچه های خونه همون. این قشنگ داره. یکی از مسائلی که ما هممون داریم خیلی من نه مسئله مسئله به غیر از مورچه، ما باید برای غذاهای حیوانامون غذا تهیه کنیم. این واقعا خیلی رو موقع من. چرا باید به غذای حیوانامون غذا بدیم؟ من خیلی دوست دارم. میگن خیلی نگهداری ما راحته، واقعا راحته تا زمانی که شما نخواهید غذاشو تکثیر کنید. غذاشو بخواید تهیه کنید خودتون تنهایی. و اگر نه واقعا بخواید تکثیر بکنید پدرتون در میاد. لول عوض میشه دیگه. خیلی یعنی کلا تکثیرش برای کسی مثلا صرفه، حالا هم اقتصادی هم زمانی همه چی داره که مثلا تعداد ماری زیاده. آقا رسیدی به 20 تا مار وقت ازت هم تکثیر کنی. تا قبلش زیاد قبلش واقعا مگر اینکه علاقه داشتید مثل من. من دو تا دونه میخرم خودم دارم تکثیر میکنم. بحث علاقه جدا دیگه، بحث صرفه اقتصادیش اینه که تا قبلش تهیه کنی دیگه. چه بولنز اینه بچه، بعدن بولنز رو میبینید. بولنز یکی دلیل گرون بودنش هم به خاطر اینه که هر چند سال یه بار بچه دار میشه و تعداد تخمش خیلی کمه، برای همین قیمتای خیلی فضایی داره، یه سایز خیلی خوبی داره و خفن. من تو ایران ندیدم باشه. آره پس فردا بچه‌ها همه واقعا آره خفن. و اگر کسی میخواد پول از اینو بکنه، اون خفن میخواد بگیره، بولنس پایتون ته پایتونه واقعا. جد بذارید. آره میذاریم فیلم بیارش داریم. خیلی خوشگله، خیلی خوشگله واقعا. و این که داشتیم راجع به اون یعنی تایم داریم آخرامونه دیگه، یه هایی من خواهد قدش حالا دوربین یهو میره قطع میشه، ما قطعش کنیم که قطعش کنیم، قطعش کنیم که بدبخت نشی فایلمون نپره. خداحافظ. نه حالا نه یه کوی هم ندیگه خدا به من چه داری داری. بچه دمتون گرم اومدید، مرسی از شما که دعوت کردید. خوشحال شدیم که انشالله این جمعه هر روز بزرگتر بشه، بچه‌های دیگه همه با هم یه دفعه یه جا یه سالن بگیریم بشه بازار اصلا کم شه. من خیلی با این قضیه هستم که ما چون کلا رپتایل یه مسئله کلا اگزوتیک واسه یتیمی داره، برای همین دیگه خود بچه‌ها باید پشت هم باشن، همه یه انسجامی داشته باشن. من اینو واقعا خیلی دوست دارم اتفاق بیفته. انسجام وجود داره و خیلی باید بیشتر از این حرفا باشه توی مارکت. میشه میشه نمو میدونم حالا میتونی اونجوری تموم کنی و بریدرای که مثل شما پشت ما هستن و کمکمون شما شما ارزشمندن. بریدر هر چقدر بریدر زیاد بشه، بریدر با کیفیت تو ایران کمه، خیلی کمه. اینو گفتی تا ویدیو اینو بگم، یه سری ها میان میگن مثلا به خود من خیلی این کامنتو گرفتم که آ چرا میای آموزش تکثیر میذاری؟ من از خدام 20 تا بریدر اضافه شه. چرا من الان مثلا توی بحث بال پیتون من دوست دارم مثلا بلو آیل سیستیک بگیرم، دوست دارم اونو تکثیر کنم چون اون حیوان مور اون مورف مورد علاقمه، دوست دارم بنانا تکثیر کنم چون مورف مورد علاقمه. آقا یکی مثلا پایت دوست داره، یکی مثلا پاندا دوست داره، یکی معاوی دوست داره،
هر کسی اونی که دوست داره رو تکثیر میکنه. منم مثلا دلم موهاوی بخواد میتونم برم ازش بخرم دیگه. هست این داستان تو توتی اتفاق افتاده. الان ما میبینیم تخصصی افراد دارن رو کانال کار میکنن، روی ماکاو کار میکنن. خیلی خوبه، خیلی خوب میشه اینجوری. پس این اتفاقا میفته، کم کم بچه‌ها دارن به سمت علایقشون میرن. یه سری اصلا فقط دارن میرن سمت برمس رتی، یه سری سمت بالپیتون هم فقط همینجوری داره حیونا. اینم بگم باز، ولی بریت کردن تو ویدیو قبلی هم گفتیم اینجوری نیست که بری دو جفت بگیری بندازی شبیه خیار بیرید کنه. یه مرحله تولید مثلشون یه مرحله بسیار زمان بر سخت، هزینه زا. من خیلی خوبه که انقدر سخته. ولی آره یکی از به نظر من خیلی خوبه. یعنی مثلا شما سگ رو مثلا طرف تو خونه‌ش هم بیاره. آره. ولی کار ما مثلا خزنده کار هر کسی هست. نکن یکی خزنده یکی پرنده، بریت کردنشون شغل 24 ساعت است. یعنی شما نه خواب داری، نه خوراک داری، نه سفر داری، هیچی. نه حتی بعضی تو اون تایم طلایی بریدت حتی بیرون رفتن از سالونت هم نداری. مجبوری بمونی بالا سر کار بمونی، یه کاملا شغل 24 ساعت است. پس فکر نکنید اگه من برم مثلا الان دو جفت بال پیتون بگیرم اینا سال بعد یهو 10 تا میشن برید میکنم. خیلی کار سختیه ولی چیزی نیست که نشه. ترشو پس براتون برم دیگه. ترشو ویدیو ترشو ویدیو دستتون در نکنم و دعوت کردیم و بذارم که ما هم یوتیوب رو بیاریم بالا. حتما حتما بیارید بالا کاراشو بکنیم. ما بیاریم مهمونی بیاریم جاشو داریم درست بکنیم بیاریم مهمونی. آره جاش درست بشه ایشالا. خیلی سریع هر کمک دستمون بر بیاد برای کنار هم دیگه. امیدوارم بهتر کنیم. مطالعه کنید.